وحشیگری نوبتی پلیس روس نسبت شهروند تاجیکستان. امام خطیبان تاجیکستان از والدین دعوت نمودند که فرزندان را به جای عید قربان به روز دانش ببرند. امام علی رحمان کارمندان مقامات قدرتی را مکافاتانید. در شهر یکاترینبورگ فدراسیون روسیه کارمندان پلیس شهروند تاجیکستان را به نشان زنده قرار دادند، چی طوری که نشریه نووی دین تکیه به منابع خود در ساختارهای قدرتی خبر داده است. کارمندان پلیس شهروند تاجیکستان را دستگیر نموده نسبت او جنایت‌های وحشیانه صادر نمودند. آید صادر نمودن حقوق ویران کنی از طرف جبر دیده گفته نشده است. طبق معلومات منابع نشریه، کارمندان پلیس با دستگیر شده وقت خوشی می نمودند. نقطه پنجم را به نشان گرفتند ولی به سر رسید. کمی پس عنیق گردید که حادثه ناگوار شب 1 ایول به وقوع پیوسته است. در این خصوص کارمندان طب معلوم نمودند پس از مراجعت مهاجری مهنتی از تاجیکستان که سال تولدش 1987 است، با تشخیص پیشکی جنبش مغز سر، جراحت تیری به قسم سر. سر اول برای موجود بودن جراحت پرونده جنایی طبق ماده 116 کدکس جنایی فدراسیون روسیه لاتوکوب آغاز گردیده بود، ولی پس از آن که پرونده به شعبه تفتیشاتی بریازوفسکی کمیته تفتیشاتی روسیه گذرانده شد، ماده را به حالت وزنین تر عوض نمودند. اگر وسایت اخباری عامه به قضیه مذکور اعتبار نمی داد، احتمال بود که به قضیه زیرین اعتبار داده نمی شد. طبق دیگر قضیه های همانند که ساختارهای قدرتی عملی می گردونند و کارمندان پلیس به جزا می موندند. در اول ماه آگوست به سابق کارمند پلیس با ماده 286 قسم 3 بندی ا کدکس جنایی فدراسیون روسیه سوء استفاده از منصب عیب اعلان شده است. حالا عیب دار شونده در حبس خانگی قرار دارد. در مسجدهای محلی امام خطیبان در خطبه نماز جمعه والدین را دعوت نمودند که فرزندان خود را 1 سپتامبر به مکتب و دانشگاه ها بفرستند، زیرا امسال عید قربان با روز دانش روبرو آمد. جشنگیری را کسی من نکرده است، از بس که عید قربان 3 روز جشن گرفته می شود، 1 سپتامبر روز 1 عید قربان فرزندان شما باید به مکتب و دانشگاه ها بروند. ابراز نمودن امام خطیبان به والدین سنه 25 آگوست. به عقیده امام خطیبان فرزندان می توانند 2 روز عید را روزهای شنبه و یک شنبه جشن گیرند. غیر از این امامان به ساکنان محلی مراجعت نمودند که سیر و گشت ایدانه فرزندان را محدود نمایند. در نوبت خود عید قربان به کارکنان دانشگاه های تعلیمی روز کاری اعلان گردیده است. حالان که روز عید قربان در تاجیکستان رسما روز استراحتی است. جالب دقت است که منطقه های مسلمان نشین روسیه جشن روز دانش 1 سپتامبر را با وجودی آن که به عید قربان راست آمده است، روزهای دیگر به تأخیر گذاشتند. سنه 25 آگوست در آستانه جشن 26 مین سالگرد استقلالیت جمهوری، امام علی رحمان در قصر ملت شهر دوشنبه با اجرا کنندگان اساسی رژیم، با پرکرور جنرالی یوسف رحمان، با سردار وزارت کارهای داخلی رمضان رحیم زاده و با سردار کمیته دولتی امنیتی ملی سیمومین یتیموف رتبه های جنرال پولکونیک را سپرد. اینچنین بعضی کارمندان مقامات قدرتی و اربابان دولتی نیز هوسمند گردانیده شدند. در این خصوص خدمات اطلاعاتی رحمان خبر داد. با عقیده کارشناسان در حقیقت هر 3 شخصان مقامات قدرتی سزاوار مکافات ظالم رحمان هستند، زیرا حکومت فساد زده رژیم بر این شخصان تکیه می نماید. در کشور هر 3 مقامات خاصتا با ترسانیدن خلق مشهور می باشند.